خب تو قسمت دوم بحث از شل که تو قسمت اول در مورد سری بیسیک هاش حرف زدیم چجوری میتونین هلپ بگیرین پی CD و مفهوم و اصولا شل و ترمینال امولاتور رو دیدین الان و اسکیپ کردن که البته بحث مهمیه الان انوایرمنت وریبل رو میبینیم متغیر حالی که تو برنامه نویسی می‌دونید در واقع یه هن که میتونن مقدار بگیرن یه اسم هن که میتونن مقدار بگیرن مثلا من الان متغیری به اسم name ندارم وقتی اکوش میکنم چی نیست ولی میتونم بنویسم نیم مساوی جادی و بعد اگه بزنم اکو نیم برام مینویسه جادی این یه متغیر محیطی توی شل منه که خیلی ساده میتونم تعریفش کنم حواستون باشه شل بسیار بسیار بیسیکه در حساسه به جزئیات وقتی بهش مقدار میدین دلار نمیذارین مساوی رم میچسبونین فاصله نمیدین هیچ طرفی وقتی میخوایم بنویسین مقدارش رو بخونین دلار میذارین چون اگه دلار نذارین خب منطقیه که خود نیم رو چاپ میکنه دیگه اگه دلار بذارین یعنی اینکه متغیر نیم رو مقدارش رو به من بده شما میتونین بعدا عوضش کنین یعنی بزنین نیم مساوی مثلا چه میدونم سارا و بعد میتونین بزنین که اکو نیم و مینویسه سارا جزئیات ریزی هم داره دیگه مثلا اگه سارا اند جادی بزنین کار نمیکنه چون در واقع اسپیس معنی داره که دارم میرم دستور بعدی اگه میخواین چنین کاری بکنین باید یا این کارو بکنین یا اسپیس رو اسکیپ کنین قبلش یه بک اسلش بزنیم اوکی این در واقع یه بیسیک بیسیک تعریف کردن متغیر توی شلتونه برای استفاده اما خود شل یه میزان قابل قبولی نسبتا زیادی متغیرهای محیطی مرسوم داره به اینا میگن environmental variables متغیرهای این محیط اگه بزنین انف میبینین که در واقع همش رو بهتون نشون میده دستور انف همش رو به من نشون داد متغیرها رو میبینید مثلا شل اشاره میکنه به اینی که شل من چیه جالبای دیگهش پی دبلیو دی اشاره میکنه که من الان تو چه دایرکتوری هستم لاگ نیم میگه من جادیم لنگویج میگه در واقع من انگلیسی ترجیح میدم باشه مویدم هوم میگه هوم من اینه یه سری متغیر محیطی خیلی 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 مرسوم داریم یا مثلا یوزر اسم یوزر من توشه شل لول میگه من الان لول شلم یکه یک بار شل ران کردم اگه توی این شل یه شل دیگه ران کنم این میشه دو و همچنین متغیر بسیار مهمی به اسم پت رو داره شما میتونید با اینا کار کنید مثلا یه دونه داره که میتونید اکوشون هم بکنید دیگه مثلا میتونم بگم اکو ادیتور ادیتور در واقع اینجا تعریف نشده اگر یه برنامه ای نیاز به ادیتور داشته از من میپرسه که ادیتورت چیه تو بعضی شلا ادیتور تعریف شده و اگر شما یه برنامه ادیتور بخواد مستقیما کار میکنه من میتونم بگم ادیتور میتونم بگم که ویچ وی آی و بگم وی آی چیه ویچ دیدین میگه در واقع اگر من وی آی رو ران کنم چی ران میشه گفت اگر وی آی رو ران کنی این ران میشه میتونستم مثلا وریز وی به من میگفت وی آی در واقع خودش اینجاست راهنماهای منوالش اینجا نصب شدن میتونستم مثلا وات ایز وی آی یه توضیح میداد که وی آی در واقع یک پروگرامرز تکست ادیتوره این سه دستورم باید بلد باشین ویچ میگه کدومه وریز میگه کجاها هست وات ایز میگه که در واقع تعریفش چیه بعضی دستورات دو تا دارن مثلا اگه من بگم وریز پینک به من میگه پینگ من دوتا میشناسم یوزر بین پینگ او پی xmppd پروڈاکشن اکس ام بین پینگ یوزر فلان من میشناسم اگه میخواستم اگه بگم ویچ پینگ یعنی اگه من پینگ ران کنم کدوم ران میکنه میگه من این ران میکنم اگه میخواستم این ران کنم باید دستی میزدم دقیقا او پی تی پروڈاکشن بین پینگ و اون رو ران میکردم در واقع میخواستم دقیقا ران کنم باید آدرس کامل بدم چرا این اتفاق میفته؟ این اتفاق به خاطر پچ میفته من میتونستم بزنم اکو دالر نیم نیم نبخش یوزر مثلا یکی از اون متقیم محیطی میزنه شما جادی یه سری متقیم محیطی هایی بامزه هستن مثلا هیست فایل میگه هیستوری بش تو کجا نوشته میشه هر کامندی که تو بش میزنی چیه بعد نیست یه بار دستور ان و بزنین و یکی یکی نگاهشون کنین ببینین چیا دارن کدوماشون براتون جالبه و بقیه یه چیزها یه اولد پی دبلیو دی هم داره دایرکتوری که قبلا توش بودم قبل از این که خب بامزه مزه است اینو من با دقت کردین End میاره ست هم چیزهای مشابهی رو میاره و حتی کامل تر انوایرمنت وریبل رو بالا میاره یه سری فانکشنایی که تعریف کردین رو پایین میاره اون بالای بالای بالا شدن رفت ولی انوایرمنت وریبل بودن خلاصه یه خورده قاطی میگم ولی اینکه چه جالبی رو دارم هی بینا بینم دیگه میگم ست و انف میتونن این دوتا رو نشون بدن انف بیشتر متقید محیطی ها رو فقط نشون من میتونم بگم که چیکار کنیم بذاریم درس چی میگه چیکار میکنه درس آم با حالاش رو توضیح میده بذار از همین جای نگاه بندازیم یوزر در واقع اسم یوزر شماست پت مسیر شماست مسیر فایل های اجرایی تونه که با ویرگول یا کلون به قول خارجی ها ویرگول نقطه از هم جدا شده تر توضیح ادیتور default دیفالتتون اگه برای ران کنین که ادیتور میخواد این نگاه میکنه اگه این تو چیزی هست اونا ران میکنه اگه نیست میپرسه هیست فایل هیستوری فایلتونه و بش هر دستوری که میزنین رو تای هیست فایل مینویسه و در نشه یادش هست شما چه دستوراتی رو زدین و بهتون کمک میکنه یعنی من میتونم بگم که کت کن ریلیتیو آدرس بدم بگم دو تا بالاتر در واقع یعنی از این بیا بیرون از اینم بیا بیرون هیست. بش هیستوری رو برای من تایپ کن میگه تو تا حالا این دستورها رو دادی تو این کامپیوتر میگم خیلی هم خوبه هاست نیم هاست نیمتونه پی اس وان پرامپتتونه در واقع این رو تشکیل میده که بعضیا وقتی اول لینوکس یاد میگیرن عشقشون ور رفتن با اینه خیلی هم کار باحالیه اگه من میگم اکو پی اس وان پرامپت همون میگه می پرامپت تو اینه ببینین چه چیز خسته ایه. همه اینا مثلا این کدیه که رنگ رو عوض میکنه بعد میگه هاست بعد میگه یوزر نیمت رو بنویس در واقع این سبزش مرتب بگم این سبزش میکنه میگه یوزر نیم رو بنویس یه علامت ات بذار اسم هاستت رو بنویس بعد یه دو نقطه بنویس بعد یه کاری بکن فیلان کن اگه اینا بود نشون بده اگر نبود این کارو بکن یه کلمه کار, کار میکنه من میتونم عوضش کنم یعنی من میتونم بگم که PS1 من مساوی با اینجوری چی شد؟ آم که دلار گذاشتم دیگه دلار نداره که میگه متغیر برابر این الان این شکلی شد LS این کارو بکن هر دستوری که بدین در واقع من گفتم پرامپت من فقط این باشه به سادک میتونستم بگم پرامپت من میرم بالا قبلی ها رو میاره یادتونه هیستوری داره میتونستم مثلا بگم پرامپت من یوزر welcome اسم یوزر is your command خیلی دیگه شیک شد الان میگه welcome جادی what is your command من میزنم کامندم الیسه میزنم سی دی میتونم در واقع چیزهای متنوعی درست کنم میتونم یه بجنسی هم بکنم رو کامپیوتر یکی دیگه بگم پرامپتش رو حذف کن پرامپت اصلا نمیخوام هیچی باشه یا شیوه مرسومترش ترش آنست کن متغیر PS1 رو الان اصلا پرامت حذف شد حواستون هست من الان هستم همه چیز درست کار میکنه ولی پرامپت ندارم چون آنست کردم پرامت رو خالی کردم پاکش کردم در نشه در واقع کار نمیکنه میتونم اینو بزنم که حداقل یک مینیمومی از پرامت دوشته باشم الان یه خورده بهتر شد میتونم یه بشه دیگه ران کنم که یه بار دیگه محیط استاندارد بشم بیاد بالا و در واقع همه چیز طبیعی بشه دوباره در واقع همه چیز رو دوباره لود میکنه در اینجا الان خوبه خلاصه شل نیم آفت شل dollar پروسس id ما برمیگردونه پرنت id ما برمیگردونه exit code قبلیم رو هم این برمیدونه خلاصه دیدین که در واقع این چجوری کار میکنه ما متقیل که میخواستیم تعریف کنیم میزدیم your mood مساوی not confused یه دستور اکسپورت هم داریم اگر من الان یه متغیر تعریف کنم و مثلا بزنم نیم مساوی با جادی الان نیم مساوی جادی ولی اگر الان من یه برنامه این تو ران کنم تو اون برنامه به این متغیر دسترسی نداره این متغیر فقط در همین لولی که تعریفش کردیم کار میکنه در شکل من بخوام بگم که این متغیری که تعریف کردم برنامه‌ای که بعدا ران میکنم میخوام بهش دسترسی داشته باشن باید به اصطلاح اکسپورتش کنم بگم اکسپورت کن نیم مساوی جادی حالا اگه من یه برنامه دیگر رو تو این شل ران کنم میدونه که نیم مساوی جادیه در همین حد بدونین اکسپورت کافی اصلا فکر کنم اکسپورت رو حذف کردن چون یه کمی پیچیده بوده چرا هست مفهومش رو باید بدونی خلاصه این از این در واقع شما متغیرهای محیطی رو میدونین چند تا مهماش رو هم میشناسین بیا در مورد مهمترینش تقریبا پت صحبت کن. پت به شل میگه که اگر کامندی اجرا شد اینترنال نبود و تو میخواستی به عنوان یه برنامه رانش کنی کجا باید دنبالش بگردی ببینین اکو دالر پت الان کامپیوتر من میدونه که اگه من یه برنامه ای زدم به اسم چرت اول و انترو بزنم اولین کاری که میکنه شلم نگاه میکنه که من میدونم چرت چیه یا نه نگاه میکنه تو دستورهای داخلیش نمیدونه چرت چیه بعد میره گفتم با سمیکالون جدا میشه ببخشید با کلون جدا میشه این شکلی اصلاح میکنه آره این با کلون جدا میشه الان میگه اگه تو دستور چرت و زدی و دستور داخلی نبود من اول میام تو این آدرس نگاه میکنم آیا فایل اجرایی به اسم چرت هست اگه هست رانش میکنم اگر نیست میرم اینجا رو نگاه میکنم اگه تو یوزر بین دایرکتوریش فایل چرت بود اون ران میکنم اگه نبود میرم تو اسلش بین رو نگاه میکنم اگه نبود میام اینجا رو نگاه میکنم اگه اینجا هم نبود میام اینجا رو نگاه میکنم اگه اینجا هم نبود ارور میدم که این دستور وجود نداره همین اتفاق میفته بش میبینه اینترنال نیست توی این چیزی به اسم چرت وجود نداره تو این دایرکتوری چیزی به اسم چرت نیست تو این دایرکتوری هم چرت نیست تو این دایرکتوری هم چیزی به اسم چرت, چرت نیست تو این دایرکتوری هم نیست پس ارور میده این کاریه که پت میکنه شما اگه مثلا یه دایرکتوری برای خودتون درست کنین من سی دی خالی میزنم میرم تو هوم خودم ام کی دایر میکنم یه بین اینجا سی دی بین و اینجا یه که من به اجرایی و شخصی و خودمو میخوام بریزم این تو این رو به پتم اضافه کنم یعنی من میتونم بگم اکسپورت کن پت مص... ببخشید اکسپورت کن پت مساوی با دلار پت همه اینایی که بود و اینجا بنویس به علاوه ی... هوم جادی بین الان اگر اکوپت کنم میبینین که هوم جادی بین اضافه شده در اگر من یه فایل به اسم چرت اینجا داشته باشم در واقع میتونم رانش کنم این ایده خیلی 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 قشنگه برای اینکه بتونه به ترتیب فایلها رو پیدا کنه به همین خاطر که وقتی شما میگین وریز بهتون میگه که کجا هست وقتی میگین ویچ میگه کدوم یکی رو من اجرا خواهم کرد چون به ترتیب داره اینجا رو چک کنه یه چیزی اینجا با ویندوز فرق میکنه تو دنیای ویندوز اگه من یه برنامه بزنم به اسم چرت و رانش کنم توی خود این دایرکتوری حالا من به طور خاص الان تو بینم ولی اصلا برم تو تمپ اینجا بزنم چرت و اکوپت هم هم بذاریم ببینم اگه من اینجا بزنم چرت توی سلش تمپ میاد نگاه میکنه دستور داخلی که نیست چرت پس اینو چک میکنه اینو چک میکنه اینو چک میکنه چک میکنه چک میکنه اینو چک میکنه اینم چک میکنه تو هیچ کله از این دایرکتوریا چرت نبوده ارور میده که من چرتو پیدا نکردم و رانش نمیکنه توی لینوکس معمولا در واقع فقط رو نگاه توی دنیای ویندوز توی این دایرکتوری که شما هستین رو هم نگاه میکنه و اگه یه چرت اینجا داشتین رانش میکنه این توی ویندوز توی لینوکس مرسوم نیست هیچ وقت دایرکتوری فعلی رو بش نگاه نمیکنه سر خود. فقط دستورهای اینترنال و فقط پتش رو چرا چون که هکرها میتونن یه سوء استفاده ازش بکنن اگر سیستم سر خود دایرکتوری که شما هستین رو هم بگرده و فایل رو از اینجا اجرا کنه چی میشه شما میتونید مثلا یه تیکت بزنین به مدیر سیستمتون که من هر وقت میرم تو هوم خودم تو دایرکتوری مثلا بین و اینجا میزنم پینک چرت یه ارور خیلی عجیبی میگیرم میشه شما چکش کنین مدیر سیستم شما هم میاد میاد تو این دایرکتوری ping چرتو ران میکنه ببینم شما چه اروری میگیرین ولی در واقع شما یه فایلی به اسم ping کپی کردین اینجا و اون داره اونو ران میکنه این مشکل امنیتی درست میکنه به همین خاطر حالت عادی تو دنیای لینوکس وقتی شما برنامه‌ای رو ران میکنین دایرکتوری فعلیتون نگاه نمیکنه اگر میخواین دایرکتوری فعلیتون نگاه کنه بعد دقیقاً بگین توی این دایرکتوری یه فایلی دارم به اسم ping اینو ران کن در واقع شما موقع ران کردن دستور یا فقط یه اسم می که بش شل حالا بش به طور خاص الان میره رو نگاه میکنه بعد یکی یکی مسیرهایی تو پت رو نگاه میکنه و اگه پیداش کرد رانش میکنه اگه نشد ارور یا اینکه شما مستقیما میگین برو از فلانجا فلان چیز رو ران کن مثلا میگین که برو توی بین بش رو ران کن دقیقا دارم میگم بشو از اینجا ران کن یا به شیوهی که زیاد میبینینش میگم تو همین دایرکتوری که هستم فایل پینگ ران کن به این خاطر که تو لینوکس این شکلی رانش میکن این مفهوم پت بود که در واقع خوبه بلدش باشید به عنوان آخرین مفهوم هم کامند هیستوریه دیدین که توی هیست فایل یک متغیر محیطی داریم به اسم هیست فایل که میگه بش هیستوری من اینجاست و وقتی این رو من کت میکنم یعنی من میگم کت کن مثلا هومم دارم انواعش رو استفاده میکنم که ببینید بش هیستوری همه دستوراتی که زدم این تو هست حالا اگزیت کنم اینا که دارم کار میکنم توی میشه ولی اینجا دستورات هست به همین خاطر شما وقتی دکمه بالا رو میزنین بش یادشه که چه دستوراتی بوده یا حتی شما میتونید تو سرچ کنین مثلا ببینید من یه بار دب بوت در واقع دب استرپ رو نصب کردم اگه بخوام این کار رو دوباره بکنم کافیه کنترل رو بگیرم آ رو بزنم میشه ریورس سرچ و او یه تیکش رو بنویسم مثلا بنویسم بوت خودش بقیهش رو میاره اگر الان کنترل او رو بزنم این رو ران میکنه میگه بس رو بده چون سودو داره پس شما میتونید تو بشتون بگردین یکی از مرسوم تریناش کنترل آره که عقب عقب سرچ میکنه اگه بزنم مثلا پینگ آخرین دستوری که توش پینگ بوده رو میداره چون نداره پی رو پیدا کرده اگر بزنم اکس وای فای آخرین دستوری که توش اکس وای فای بوده رو میده کنترل آر خیلی خیلی مهارت خوبیه عقب عقب سرچ میکنه فلش های بالا پایین هم که داشت یه چیزی هم خیلی مرسومه علامت تعجب علامت تعجبه که آخرین دستوری که دادین رو سرچ میکنه این اگر اینجا بزنم ls اینجا چی ندارم برم تو تمپ اینجا بزنم ls و بعد بزنم علامت تعجب علامت تعجب آخرین دستوره که ران شده رو دوباره استفاده میکنه و از اون با مزه تر میتونم حتی اینجوری هم بکنم بگم آخرین دستوری که توش پینگ بوده رو ران کن میگه من همچین چیزی نداشتم بگم پینگ 4224 یه ارورایی میده بعد بزنم ls بعد بزنم لاس بعد بزنم ls بعد بگم که آخرین دستوری که توش پینک بوده رو ران کن اون دستور رو ران در واقع اینجوری شما میتونید به عقب سرچ کنید حواستون باشه بعضی موقع بسیار هم خطرناک میشه چون شما انتظار یه چیزی یادتون نیست یه چیزی میزنید یه دستور دیگه ران میشه حالا بیا درستش کن یه شیوه مرسوم تر هم اینه که میزنین هیستوری دستورات توی هیستوری رو بهتون میده تا اینجا همه دستور حواستون باشه تو اون فایل فقط اونایی بود که فعلا تو فایل نوشته شدن اینجا تمام دستوراتی که من الان زدم هست و اگه شما میخواین سیومی رو ران کنین میزنین سیومی رو برام ران کن و در واقع سی دی تمپ ران میشه خلاص هم. هر چی میخواستم رو بهتون گفتم یه تریکی هم هست که متغیر هیست سایز میگه تو هیستوری چند تا دستور باشه شما میتونیم بگین که صفرش کن که در واقع پاک سیف نشه دستوراتی که الان داریم میزنیم بس اگه بخواین از شل خارج بشینم با اگزیت از شل خارج میشین ما چون یادتونه یه شل ران کرده بودیم توش پرامپت رو خراب کردیم یه بار دیگه شل ران کردیم الان در واقع از اون خارج شدیم یه بار دیگه از این یکی هم خارج میشم. در نتیجه میتونم از شلم بیام بیرون کنترل دی هم همچین کاری میکنه خلاصه امیدوارم که خوش باشین الان یاد گرفتین تقریبا با شلتون رابطه برقرار کنین میریم سراغ دستورهای بیشتر و با